اصراری که بعضی تو از بین بردن فرصت های زندگیشون دارن، حتی توی افسانه های ما آقای فرهاد برای رسیدن به خانم شیرین هم نداشته. یعنی یه جوری انقدر عالی فرصت ها رو یکی پس از دیگری از بین میبرن که اگر این پشتکار رو برای کندن زمین میذاشتن الان به نفع رسیده بودن. اینجور آدما شانس یه بار در خونهشون نمیزنه، بلکه میره اونجا سلام میده دیگه میمونه. و اینا با تخصصی که دارن به زنشون، به دخترشون، به پسرشون، حتی بعضی وقتا دیده شده به خودشون میگن بگو خونه نیستش. یکی از دوستان تعریف میکرد، میگفتش که برادرش بعد از که یک سال دنبال کار گشته، به این در زده، به اون در زده، به این دیوار، به اون دیوار، پارتی بازی، هر کاری کرده و گیرش نیامد و بالاخره بعد از یک سال یه کار خیلی خوب پیدا کرده و تنها کاری که بعد میکرده این بوده که فردا صبح ساعتش میرفته مدارکش رو تحویل میداده. بعد از اینکه ساعت 12 ظهر از خواب پا شده و 25 تا میسکال از اون شرکتی که بعد میرفته باهاش یهو مواجه شده، تنها کاری که کرده میدونی چی بوده؟ گفته ما اصلا شانس نداریم. تیتراژ. شما هم خیلی باحالید. آقا یک بار قشنگ در نمای باز محکم هممون میگیم دوستتون داریم. بگیم موافقیم؟ بله. نفره 1 2 3 دوستتون داریم. عالیه. شما هم بگیم ما بشنویم. 1 2 3 به به. شبیه دیوونه ها عمل کردیم. هیچی هم جده میشه. خب ممنونم، قطعا ما صدای شما نمیشه ولی انرژیتون رو میگیریم. آماده مثل هر شب 10 ثانیه میخواییم بخندیم. قبل از اینکه 10 ثانیه بخندیم، کیا دفعه اولشون اومدن؟ 1 2 3 4 5 6 7 7 نفر. خیلی خب، پس متوجه میشید، پیامک میزنین، ثبت نام میکنین، صدای دارم، ثبت نام میکنین، میگین برای حضور در برنامه و اسمتون رو میدین، اطلاعات بهتون زنگ زده میشه، تشریف میارین، تست خنده میدین و بعد حضور به هم میرسانیم همه با هم در اینجا. آماده باشید، 10 ثانیه با هم میخندیم. 15 ثانیه. متشکرم از تذکرتون همکاران و عزیزان و دوستان و هیئت داوران، متشکرم. آماده؟ 1 2 بچه ها 3 متشکرم. نفس بکشی، نفس بکش، نمیری، نمیر، امیر نمیر. خب برای هزارمین بار عرض میکنم خدمتون و برای میلیونیومین بارم عرض خواهم کرد، اینکه لطفاً بخندین با ما و همونجوری که هر شب گفتیم هر نخندیدنی ظلم به خودتون، به علاوه اینکه
این خنده ها بله مصنوعی هن. تمرین خنده است. ما تمرین خنده میکنیم مثل ورزش. آماده این؟ چیکار میخواییم بکنیم دیگه؟ آها، من میخواستم که یقه دوستمونو بگیرم که ولش کرده بودم، نمیدونم داره چیکار میکنم. اولا اوچی بذار میخوام. اولا اوچی چی شد عزیزم؟ آی محترم اوچی چی شد؟ حوصله ندارم امروز. بله؟ حوصله ندارم. حوصله نداری؟ یعنی چی؟ چیزی توش نیست؟ اوچی چی شد؟ اوچی گم شد. اوچی گم شد؟ بچه اوچی میدونین کیه؟ بله. اوچی بله بچه هایی که دیشب بودن میدونن. اوچی یه خرگوشه که آقای دوستمون که هنوز اسمش تکلیفش روشه. امروز اسم چیه؟ چته؟ اوچی گم شده ذره به هم ریخته. اوچی گم شده به هم ریخته. خب اسم امروز نداری؟ چرا؟ روزبه. روزبه. روزبه دیروز خرگوش آورده بود. آقا این تعداد این حشرات موزی داره تعدادشون زیاد میشه در استودیو. با نمکن که. با نمکن؟ من ولشون کردم تو. تو این رو آوردی؟ خب بگم برن؟ لطفاً. فکر کنم برم واقعا. چون برکه درست کردم من. برکه آب راکت بود گندو احتمالاً ها. یه اوچی یه خرگوشی بود که آورده بود و داشت باش میگشت، کلی هم من غر زدم، هممونم یه اعتراضای کردیم که آقا این مال تو بغل گرفتن نیست. بذار بره زندگیشو بکنه، کیفشو بکنه، حالشو بکنه، تو هم حالا میتونی باهاش یه معاشرتای بکنی. ولی دیگه خرگوش قرار نیست صبح تا شب تو بغل آدم باشه. الان چیه؟ شما داری چی کار میکنی؟ آرامش نفس. چقدر مسلط صحبت میکنی؟ بله. یعنی میزان اعتماد به نفست بعض وقت خیلی زیاده. متاسفانه بالاست. بله. میتونم هرس بخورم از این رفتارت. چرا؟ چرا؟ شما چون خیلی با اعتماد به نفس چیز میکنی، به هم میریزی برنامه ما رو. شما مگه راحت الان صحبت نمیکنی؟ خب پس اعتماد به نفس دارید درسته؟ هیچی نیست اون تو؟ چی باید باشی؟ آبه، یه ذره آبه. ماهی فرضی نمیبینین اصلا توش؟ ماهی فرضی؟ برای آرامش نفس من چون نمیتونم اینجا رو ترک کنم، ممکنه جامو بگیرم، یه تشتی درست کردم، آب ریختم توش، انگار لاتیانه. اینم مثلا چوب ماهیگیریه، ببین چقدر آرامش میده. البته شما سر صدا کردی ریخت با هم همه چیش، ولی خیلی حس خوبی داره. گوش بده سکوتو. به آره خیلی ممنونم. میشه با هم بریم اونور؟ بیا پاشو عزیزم، لاتیان تو یه ذره ببر اونورتر. بیا من یسارم واسه همین گفتم لاتیان پورتابل داری. بیا ممنونم عزیزم. درک ولی برای نمی کنید خیلی. چرا عزیزم؟ باور بکن من تمام تلاشم اتفاقا دارم میکنم تو رو درک کنم، ولی تو منو درک نمی کنی. مشکلم اینجاست. کجا بذارمش؟ آها هیچ چیز. خیلی خب بریم سراغ بخش بعدیمون. روز به تو بلدی آواز بخونی؟ جانم بلدی آواز بخونی؟ صدا کردی منو؟ روز به مهرداد هستم. مهرداد جان برو عزیزم برو. خیلی خب بس دیگه، لطفا تیکه بعدی رو ببینید. انرژی بالا، انرژی بالا. میخوام دعوت بکنم از دوست و یار بسیار عزیزمون سرکار خانم شقایق سلام. خیلی خوشحالم دوباره اومدم پیش تو. خیلی خوشحالم. ما هم همینطور. بریم اونجا بشینیم. بله. با اجازهتون.
راستش من خیلی دلم براتون تنگ میشه، خیلی خوشحالم هر دفعه میام جای دو سه روز مونده به اینکه بیام، خیلی هیجان دارم، خیلی استرس دارم. هنوز استرس نداشته باشین، ضرر داره. استرس نداشته باشین. سعی میکنم. آره ولی براتون گفتم که چه اتفاقاتی میفته. نداشته باشین. خیلی حرفتون رو گوش نکردم. مرسی. نه واقعا ولی سعی میکنم که گوش کنم از این به بعد. ولی واقعا یه اتفاق خیلی خوبی که این برنامه برام داشته. خیلی خوب. اینکه یه موقعی آدم وقتی یه کارایی میکنه که احتیاج به فکر کردن نداره، مثلا شما دارین ظرف میشورین یا دارین مثلا کار خونتون انجام میدین یا دارین رانندگی میکنین، هی این فکر دائم مشغوله و خیلی وقتا هی فکرای بد پیش خودتون میکنین. مثلا همینج دارین ظرف میشورین، بعد دارین فکر میکنین که مثلا یه اتفاق قبلا افتاده، چرا فلان حرفو نزدین، این دم تو دلتون مونده، حالا بعدا قراره مثلا این پولو فلان جا بده. هی همین جوری که دارین با خودتون فکر میکنین، هی دارین حال خودتون رو بدتر میکنین. اتفاقی که واسه من افتاده اینه که من همش دارم فکر میکنم بیام اینجا چی بگم. ولی خیلی خوبه، برای که از اینجا که میرم، از موقعی که میرم بیرون تا موقعی که دوباره هفته آینده بیام اینجا، دائم دارم فکر میکنم که خب بیام راجع به چه موضوعی حرف بزنم. بعد برای اینکه یادم نره، چون نمینویسم، هی همینطور تو ذهنم فکر، هی دوباره با خودم تکرار میکنم که ایه. با خودم میخندم. زرزت جا. آره ولی امروز مدام راجع به مرسی، خیلی ممنون. ممنون از شما که واقعا این فرصت رو به من دادین و این مخلصی. حال خوب و آره واقعا میخواستم که راجع به این که تو بچگیامون هممون یه کارهای بدی کردیم و یه خاطره هایی داریم، یه حرفایی زدیم که بزرگترمون یه موقع خیلی خجالت کشیدن از دستمون و هیچ وقت تکراری نمیشه. یعنی مثلا 30-40 سالم از این ماجرا، 50 سالم از این ماجرا میگذره، وقتی که راجبش حرف میزنیم هنوز میخندیم. فکر کنم که خیلی موضوع بامزه ایه. هم خاطره مشترک دارن حتما. من بچه که بودم خیلی بچه خوبی بودم، به طرز غریبی بچه خوبی بودم، هیچ کار بدی نمی‌کردم. یعنی مادرم بعضی وقتا میگه مثلا شقایق رفتم که چه جوری درس خون، چه جوری بزرگ شد، چه جوری ازدواج کرد، خودش بچه دار شد. و آره من همیشه انضباطم 20 بوده توی مدرسه و توی جمعی که همه دارن راجع به این حرف میزنن که خب چقدر شیطنت کردن تو مدرسهشون و همه خاطره‌ها اینطوری دارن، من هیچ خاطره‌ای ندارم از شیطنتی که کرده باشم، کسی اذیت کرده باشم، و به شدت خود شیرین بودم من. باورتون نمیشه. یعنی الان خودم فکر بچه دیگر در میاد. آره یعنی الان فکر کنم چقدر اونا حرص خودم واقعا که خیلی واسم مهم نبوده، چه خودشیرینی خیلی بیشتر برام مهم بود به هر حال. ولی من زمانی که مدرسه میرفتم هنوز مدرسه غیر انتفاعی به این شکل نیومده بود و مدرسه ها دولتی بود و خیلی مشارکتی بود در حقیقت، خیلی از پدر مادرایی که به هر حال یکم وضع مالیشون نسبت به مثلا بچه دیگه، چون همه جور بچه کنار هم توی مدرسه درس میخوندن که به نظرم خیلی هم شرایط خوبی بود اون زمان، خیلی بهتر بود تا الان. و خب مثلا از یه سری خانواده‌ای که وضع مالی بهتر داشتن منم درخواست میکردن که میشه شما این کمک رو به مدرسه بکنین، میشه مثلا این کارو برای مدرسه بکنین، پدر مادرها انجام دادن. مطمئن همیشه داوطلب بودم، یعنی میومدن سر کلاس میگفتن که خب بچه‌ها کی برای دستشویی مدرسه صابون می‌خره؟ من گفتم ما می‌خریم. بعد میگفتن که بچه‌ها کتابخونه مدرسه میز نداره، کی میگه؟ ما می‌خریم. بعد من مادرم میگفتش که این همه بچه تو اون مدرسه هست، آخه چرا تو؟ یعنی اینا همش با یه دونه کارتون صابون میومدن، مثلا با پرده دو، مامانم همش از پای چرخ خیاطی و این داستانا اینا. بعد هم گفتن که خب میخوایم بریم بچه ها رو ببریم اردو فردا سرویس بگیریم و اینا. من گفتم ما مامانمون پاترول داره میاد، یه سر بچه ها رو با ماشین مامان ما ببریم. مامان بیچاره من بعد میاد، میخوام مثلا کوچیک بودیم یا مثلا 12 تا بچه توی ماشین جا میشدیم دیگه، سوار میکرد ما رو میبرد و اینا. یه اتفاقی که خاطره که از پدرم دارم که جزو اون خاطرهای خیلی شیرینه واسه خودم ولی مطمئنم خیلی بقیه عذاب کشیدن، اینه که پدر من باور کنید الان تازه تو این سه یهو مثلا بعضی وقتا یادم میفته میگم وای من چیکار زشتی میکردم اون موقع. بابا خیلی اصرار داشت که من تو جمع شعر بخونم و خیلی فخر خانواده بودم که خیلی شعر بلدم و اینا. و فکر کنید مثلا تو یه مهمونی که 20 نفر آدم بزرگ نشستن، عمو خاله و دایی و اینا، پدرم هم گفت خب حالا شقایق پا میشه براتون شعر میخونه. من شروع میکردم ول نمیکردم، یعنی یک ساعت سم گفتم که زاغکی قالب پنیری دید، همه چیزا من میزد مثلا همش میزد. ببین چه جوری میگفتی؟ من گفتم زاغکی قالب پنیری دید به دهن گرفت و زود پرید. بعد یک ساعت اینو من همینجا میخوندم و همش فکر میکنم که این تفلک ها تو رو درواسی بابای من بعد میشستن که بچه بگه که تو که از محنت دیگران بیغمی نشاید که نامدن این هم بیچارا تو رو درواسی. و تو اون جمع من فقط نگاه پدرم رو یادمه که تنها کسی که خیلی هیجان زده بود
اینجوری هی منو نگاه میکرد و با من اینجوری هی تکون میخورد که من مثلا شعر رو تا ته یادم نره مثلا بخونم و اینا و چشاش برق میزد تمام مدت موقعی که من داشتم این شعرها رو میخوندم. الان یه موقعی مثلا من از نویا خیلی خواهش بکنم که یک بار ممکنه که پاسخ بده به خواهش من و یک شعر مهد کودکش رو یه جایی بخونه، الان خودم هم همینجوریام هی مثلا استرسه که وای این الان خوب بخونه و خراب نکنه. خواهرم خیلی بچه بدی بود، خیلی بچه بود، البته الان خانومی شده واسه خودش استاد دانشگاه و خیلی بسیار آدم باسوادیه. یه دوره های بچه ها میگذرنن، یه موقعی حالت هاشون عوض میشه، مثلا توی سنهای بچه های خوبی هن، یه مثلا توی مثلا نوجوانی ممکن سرگشت بمونه، از بچه که بچه بدی بود. مثلا یکی از راههایی که کارشو حق الان میخوام براتون توضیح بدم، مثلا یکی از کارهایی که حرف گوش نکن بود خیلی زیاد و یکی از مثلا راهایی که کارشو پیش میبرد وقتی یه چیزی رو میخواست اینه که اگه یه چیزی بهش میدادن میدادن، اگه نمیرفت تو راه رو بایمسا جیغ میزد جلوی بقیه همسایه ها بود و مثلا با مانم بود یا تو ما میمیدیم مثلا اینجور یا مثلا یه گیر عجیبی که داشت که هنوز مثلا خودش هم نمیدونه که چرا این کار میکرده، به جز خونواده خودمون هر کسی که سوار ماشین می‌خواست بشه ماشین ما خواهرم گفت نه این بیا تو ماشین بشینه من نمی‌شینم. مثلا 6 سال بگم خاله فلانی بشینه من نمی‌شینم. بعد بابام اولش سعی کرد که خیلی آروم و اینا بگه عزیزم دخترم ببین خاله فلانی چقدر مهربونه. نه من نمی‌شینم. این بشینه تو ماشین من نمی‌شینم. بعد بابا میگه برو تو ماشین. اونم تمامه. مسیری که ما داشتیم می‌رفتیم با صدای بلند گریه می‌کرد. هیچی نمی‌تونست آرومش کنه. واسه میگم که بچه بعد ما تابستونا خیلی وقتا میرفتیم چهارمحال چون مامانم اهل چهارمحال، خیلی وقتا تابستونامون اصلا اونجا میگذروندیم و اینا. مادر بزرگم اینا یه اتاق بزرگ داشتن و وقتی مهمون زیاد داشتن توی اتاق سفره پهن میکردن. خاله کوچیکم تازه داشت ازدواج میکرد و فامیلای شوهر خالم اومده بودن و اونا هم فامیل بودن برامون، تو فامیل دورتر بودن و خیلی عزت احترام و کل غذا اینو پخته بودن و تو سفره گذاشته بودن، اول اقسام خورشته و ماست و سالاد و نمیدونم اینا. و کنار اتاق رخت خواب چیده بودن، رفته بود تا بالا تا نزدیک مثلا حتی فکر کنید تا نزدیک سقف. هیچ کس نفهمید که خواهر من چجوری رفت بالای اون رخت خواب نشست، از کجا تونست بره اون بالا بشینه. بعد بابای من هی بهش گفتش که بیا پایین، بگو نمیام نمیام، هی نشسته بود اون بالا تا بخوایم گفت نمیام. بعد بابام گفتش که بیا پایین، بهت میگم بیا پایین. من اونم نمیام، گفت نه نمیخوام نمیخوام. با کل رخت خواب اومد تو سفره. وای اینجور، یعنی بالش پرت شد تو خورشت و دوشک قشنگ اینجوری رفت تو سفره و پتو گوشش رفت تو ماست و من جلوی فامیلا که باشون رو در بازی داری. یه موقع هایی بچه ها بعد پدر شما چیکار کرد؟ هیچی، بردش بیرون و دوباره کم دعواش کرد و اونم دوباره شروع کرد که جیغ و داد کردن و بیشتر آبرو ریزی کرد و بعد بابام دوباره گفتش باشه ماما من معذرت میخوام ول کن بیخیال شد. ولی هم داره جیغ بزد دیگه، یعنی از اولی یعنی کار بعدی که میکرد به جایی که معذرت خواهی بکنه چیز تدافعیش، حالا تدافعیش بود که دوباره شروع کنه جیغ و داد کردن، شلوغش کنه که کسی وقت چیزی نگه. بچه ها این کارو میکنن. آره یعنی من بچه خواهرم یه کار خیلی عجیبی میکنه که هنوز واقعا البته الان بزرگتر شده، مثلا چند سال پیش این کار میکرد، مثلا همین سنای 6-7 سالگیش که بود. خواهر من خیلی مؤدب با بچهش صحبت میکنه، یعنی مثلا میگه عزیزم همون خواهر یکی نه 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 خانوم شده و مؤدب شده مثلا هنوز به اون درجه نرسیده. نه خواهر بزرگترم. بعد از بچگی مثلا بچهش رو شما خطاب میکرد که مثلا بچهش هم یاد بگه شما عزیزم پسرم بشین اینجا غذا تو لطفا بخور اینطوری. یعنی ما هیچ وقت ندیدیم که حتی خواهرم با صدای بلند با بچهش صحبت کنه. بعد مثلا مهمون داشتن تو خونهشون یهو بچه خواهرم رد میشد دستش میخورد مثلا به قندون میریخت، بعد یهو شروع میکرد جلوی مهمونا بخرن که مامان منو ببخش تو رو خدا منو نزن ماما خواهش میدارم. وای آره من هر کس آبروی مادرش رو آبرو ریزی، یعنی میگه بچا یه موقع آبرو ریزی میکنه این دیگه سنگ تموم میذاره، یعنی هر کی نمیذاره فکر میکنه که خواهر من هر روز داره اینو مثلا سیاه و کبودش میکنه. بعد خواهرم چی نگاه میکرد بگو به خدا من اصلا من با کاری ندارم، مثلا اونم همه چپ چپ اینجوری نگاه میکردن که اصلا معلوم نیست با بچه چی کار میکنه گذاره. بعضی ها واقعا صلاحیت ندارن مادر بزنن زنگ بزنین پلیس بیاد. ولی
واقعا بچه ها خیلی وقتا این آبرو ریزی میکنن و شما هر چقدر سعی میکنید که توضیح بدین در نهایت نمیشه. مثلا برادر من، ما رفته بودیم یه جا مهمونی، بچه بود، بعد رفتیم میوه گذاشته بودن و یا خیار رو نشوند، گفت ماما این چیه؟ خیار چی؟ حالا موز بود که اون موقع پیدا نمیشه. باز میگفتیم باشه. بعد تو روزی نیم کیلو خیار میخوری تو خونه ما چی؟ تو خونه خودمون خیار چی؟ یه واسه دختر خاله من کوچیک بود. خیلی معذرت میخوام. عین این کارو منم کردم. شوخی میکنی؟ عین همین. من یا بله مادرم دقیقاً تصویرش یادم، مادرم بعدم برام تعریف کرد، تو جمع تعریف کرده بود. ظرف میوه و من پرتقالو اومدم جلوی همه نشونم، گفتم مامان این چیه؟ مامانم گفت موزه عزیزم، موزه. خب از پستون برمانده. آره. ولی ها به موقع. ولی آره میگم این کارا رو میکنن دیگه. زیاد پیش اومده. دختر خاله من بچه بود، از اصفهان اومده بودن تهران، بعد بابام براش پیتزا خرید، اونم همینو گفت، گفتش که وای چقدر خوشمزه است، بابای من هیچ وقت از اینا واسه هم نمیخره. و خالم گفت دروغ نگو، مگه پریشب نبود بابات برده دیرو؟ گفت نه بابای من هیچ وقت از اینا واسه من نمیخره. حالا اونم دعوا، اینا زیر بار نمیرفت، واسه من نمیدونم چیه، چقدر وای چقدر مرسی اینو واسه من خریده، من تا حالا از اینا نخوردم. نویان یک کاری کرد که من خیلی خجالت کشیدم چند وقت پیش. من اصولا به تنبیه بدنی اصلا اعتقاد ندارم. بله. یعنی حتی اینکه شما رو دست بچه هیچ چیزی رو کتک زدن هیچ چیزی رو درست نمی‌کنه. مهراب از من بدتر، یعنی مهراب هر مسئله‌ای که پیش بیاد مثلا ممکنه 2 ساعت وقت بذاره بشینه با نویان صحبت بکنه و بگه این کارت اشتباه بوده به این دلیل. ما هم یه موقع حوصله‌اش سر میره، میره. یعنی مهراب فقط توضیح میده، خیلی خوبه فهمیدم دیگه، 2 ساعت داره توضیح میده. من رفتم مهد کودکشون، جلسه اولیا مربیان بود، بعد هی درس رو نشوندن که ما اینا رو به بچه‌ها یاد دادیم، اینا رو نقاشی کردن، این کارا کردن اینا. دو تا نقاشی داشتن، یکی با موضوع اینکه چی خوشحالتون میکنه و یکی با موضوع اینکه چی ناراحتتون میکنه. موضوع خوشحالتون میکنه نویان خودشو کشیده بود در حال شنا کردن که داشت شنا میکرد و اینا. موضوع که چی مثلا ناراحتتون میکنه، ناراحتت میکنه، این بودش که یک راپله کشیده بود، خودشو وسط راپله کشیده بود، منو بالای راپله، پدرشو پایین راپله و ما داشتیم اینو میزدیمش، یعنی بدجور، قیافه بدجور، که دوتایی دستمون رو بردیم بالا که اینو بزنیم و خودشو مظلوم اینطور کشیده بود که اشکاش اینجوری داشت میمد پایین اینجوری. و گفتم که ما اینو نمیزنیم، اصلا نزدیک همچین رفتاری با این تو خونه نمیشه. با اونم گفتن که بله حالا خواهم دخواه کشیدن دیگه به هر حال بچه که و این که میگن که راست از بچه بشنو. به خدا اصلا یه جای واقعا اینجوری نیست. برای که بچه ها برای جلب توجه خیلی وقت این کار میکنن، مخصوصا اگر ببینن که جواب میگیرن. آره. یعنی ببینن که ای من اینو گفتم و تحت تاثیر قرار دادم، پس میتونم شروعش کنم. یه روزی مادر مهراب زنگ زد به من، نویان از روز قبلش رفته بود خونه مادر بزرگش. مادر مهراب زنگ زد من که شهید جان، زنگ زدم بگم که تو رو خدا گیر گرفتاری مالی چیزی رو درواسی نکنین، با من مادرتونم، بیاین به من بگن. من هم گفتم که والا باشه چشم، اگه که باشه مرسی، خیلی ممنون، میدونم که شما حواستون به ما هست، دستتونم درد نکنه، لطفتون. فقط گفتم تو رو خدا رو درواسی نکنین و اینا. من گفتم مونده بودم که چرا اینطور. کاشف به عمل اومد که آقای نویان خان 2 روز قبلش یه دوچرخه دیده بود توی مغازه که گیر داده بود اینو واسه من بخریم و دوچرخه هم خیلی بزرگ بود، اصلا مناسبش نبود، به اضافه که خیلی گرون بود، یعنی اصلا پول دادن بابتش خیلی چیز بیهوده بود و ما بهش گفتیم که گرونه برات نمیخریم. تلافی کرده بود، رفته بود خونه مادر بزرگش و حالا این وسط ها یه حرفی شنیده بود از من که مثلا به پدرش گفتم که آدم بخواد پول خرج نکنه اصلا پاشو نباید از خونه بذاره بیرون، چه وقتی پاتو از خونه میذاره بیرون همتا مجبوری پول خرج کنی و اینا، اگه بخوای پولت خرج نشه اصلا نباید از خونه بری بیرون. حالا داشته باشین که یه همچین حرفی هم زدم. از صبح شروع کرده بود که ما خیلی فقیریم، ما انقدر فقیریم که بابای من یه دوچرخه واسه من نتونسته بخره، ما انقدر فقیریم که از خونه نباید بریم بیرون واسه که پول نداریم. و اونم هم تو هی یواش یواش دیده بود که داره تحت تاثیر قرار میگیره، ما انقدر فقیریم که غذا نداریم بخوریم. و اشک این خانومو در آورده و اینطوری که زنگ زده بود به من که واقعا تو خود اگر که مثلا میخوای احتیاج داریم به من بگین چرا رو درواسی میکنیم با آدم نمیگیره غذا بخوریم. آره خلاصه از این دست اتفاقا میفته. یه خاطره باز از خاطرهای مهراب دوزیدم، خیلی بهش میخندم،
خیلی بعد وقتا ناراحت میشه. خب این چه کاری بوده؟ من تو عالم بچگی بوده دیگه این کارو میکرده. پدر بزرگ مهراب یک آقای ارتشی بوده و توی ساختمون با هم دیگه زندگی میکردن، یعنی طبقه پایین مهراب با خانواده‌اش بوده و طبقه بالا پدر بزرگ و مادر بزرگش بودن. این آقا سالهای آخر عمرش آلزایمر میگیره. بعد مهراب یک کار خیلی کثیفی که میکرده، البته خب خیلی کم سن بوده ولی کار کثیفی که میکرده، اون بوده که روزی چند بار از پله‌ها میدویده بالا، میرفته میگفته که بابا زود شنیدی که عراق به ایران حمله کرده؟ اون گفته نه کی؟ یا هیجان زده میشد و تعجب میکرده و اینا. دوباره یه ساعت بعد یادش میرفته، دوباره میرفته میگفت بابا زود شنیدی عراق به ایران حمله کرده؟ و این کار کثیف واقعا چند بار در طول روز انجام میده. یکی از چیزایی که خیلی تو ذهن آدم میمونه تو بچگی اینه که آدم بعضی وقتا خیلی خجالت میکشه جلوی بقیه، یعنی مثلا پدر مادر آدم با آدم یه رفتاری میکنن که خیلی این تو ذهن آدم میمونه، یه خود آدم یه رفتاری میکنه تو بچگی که بعدا خیلی خجالت میکشه، این خجالت کشیدن سالهای سال با آدم میمونه. مهراب تعریف میکرد که توی باقی داشتن بازی میکردن با یه سری بچه‌ها و اینا، یهو یه ماشینی داشته از در باغ میرفته بیرون، اومده خیلی قهرمان بازی در بیاره، پرده نشسته رو صندوق عقب ماشین. بعد یه فاصله رفته دیگه ماشین تند کرده، بعد اینم نمیخواست کم بیاره جلو بچهای دیگه برای که پرده بوده رو ماشین دیگه یکم میترسه نمیدونه چیکار کنه و از رو ماشین خودشو پرت میکنه پایین. خیلی دردش میگیره وقتی میخوره زمین، خیلی محکم میخوره زمین، با سعی میکنه برو خودش نیاره و پاشه. همون موقع باباش میرسه و شروع میکنه باش دعوا که خجالت نمیکشی این چه کار، جلو همه بچهای دیگه با شروع میکنه دعوا کردن که واقعا خجالت نمیکشه و عمل قهرمانانش تبدیل شده به یه آره آبروریزی خیلی آره. یه کار بعدی هم پیمان باش کرده وقتی بچه بوده، اونو نشنیدین که وایس داره پایین تخت گفته بپر؟ نه جا خالی دادی؟ وا پیمان بدجنس، بله گفتی بپر من میگیرم، بعد جا خالی دادی. تختشون حتی دو طبقه بوده، یعنی از فاصله خیلی زیاد مهراب پرت شده پایین. من معذرت میخوام از جانب پیمان، فکر نمیکردم اینقدر خشن بیارم. خدا اینم تعریف کنم، اینم خیلی اینم خیلی خاطرم از بابا دارم. یه دفعه باز همین بچه خواهر من مثلا 5 سالش اینا بود، یه کار خیلی بدی کرد خونه مادرم اینا، خواهرم خیلی باهاش دعوا کرد. بعد بابا اومد به خواهرم صحبت کرد که برای چی با بچه‌ت دعوا می‌کنی؟ خب بچه‌ت ممکنه کار بد بکنه و این همه دعوا کردن نداره که، بیا بشین باهاش صحبت کن بگو این کارو بدو نکن. 10 دقیقه بعد پدر من داشت از در راه خدافیزی کرد و میخواست از در خونه بره بیرون، یهو ما دیدیم از توی راه پله بچه خواهرم داره میدوه فرار میکنه و بابام دنبالش. بچه خواهرم گفت کمک مامان کمک و بابای من یک آدم خیلی درشتی بود، یعنی قدش بلند بود و خیلی درشت بود، اونم داشت دنبالش میگفت وایسا اونم دو کمک دوید اومد تو اتاق با سر خواهرم قایم شد اینجوری میلرزید، بابا گفت دستم بهت برسه فرار. دیدیم چی شده، بابای محمد از در پارکینگ بره بیرون، قفل رو باز کرده اینا، یهو مثلا این اومده رچه قفل رو دیده، قفل رو پرت کرده بود تو شیشه ماشین. کسی که اون وقت میگه با بچه ها آروم باشی؟ آره دیگه خیلی کاره من واقعا نتونسته بود یه لحظه خود، ولی همش من به این صحنه ای که این بچه تو راپله، یعنی انقدر بود واقعا مثلا میدوید و بابای من باید که برسه بگیردش قبل از اینکه بتونه خودشو به یه پناهگاه جایی برسونه. آره واقعا میگم یه سری خاطره هاییه که تو بچگی آدم هست و هیچ وقت کهنه نمیشه، یعنی همینطور واسه آدم آره سالهای سال. چقدر یادآوریشون لذت بخشه. بله خیلی ممنونیم که اینا رو به ما گفتید. مرسی که اینقدر ما رو دوست خودتون میدونین که این چیزای قدیم و خاطراتتون رو با ما شریک میشین. پدر خانم دهخان چندی ماه پیش فوت کردن و یک ماه دیگه یک سال میشه. بله و از اینکه یک بانوی اینقدر هنرمند و اینقدر خوشروحیه رو به جا گذاشتن و تربیت خوب کردن ما ازشون تشکر میکنیم. آقای رامو باورتون نمیشه پدر من خب به موقعش خیلی آدم جدی بود، همیشه ما هم همیشه خیلی ازش حساب می‌بردیم، ولی خیلی خوشرو بود، خیلی خنده رو بود، خیلی مهمون نواز بود و هنوز که هنوز هر کسی که از پدرم یاد میکنه اول از همه خیلی بابا بلند میخندید و خیلی رها میخندید. آره و براش مهم نبود، یعنی با کوچکترین چیزی میخندید تحت تاثیر قرار میگرفت و بلند میخندید. هنوز هر کسی که از بابا یاد میکنه بیشتر از همه از خنده هاش یاد میکنه. من هیچ وقت صدای خنده های بابا رو هیچ وقت فراموش نمیکنم. چقدر قشنگ. خانم خیلی ممنونم. خیلی متشکرم.
لطف کردین تشریف آوردین. هفته دیگه منتظرتون. مرسی. بله حتما. لطفاً فراموشمون نکنید. از الان میرم تو فکر تو دیگه. بله شما یک هفته به یاد ماست. خیلی متشکرم. خدا حافظ. به 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 این دوسته خوب به 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 این دوسته خوب تیکه بعدی لطفا. یاد رفته؟ آخرین باری که خندیدید؟ 3 دقیقه پیش. 3 دقیقه پیش به چی خندیدید؟ همینجا که الان اومده بودم ازم خواستین خندم گرفت. به ما خندیدید؟ نه به شما. به ما میخندید؟ نه. به کارم میخندم. آره. کارتون چیه؟ کارمون پرسکاریه. پرس؟ آره. پرس میکنی و بگیم چقدر سوراخ میکنی باشده رو. روان یه مقدار شاد باشه بهتر بقیده ایم. با خنده اینطور اتفاق میفته. جوک؟ خانم تشریف داریم. یه با که تایی دایی دیر خندیدم چی بود؟ نمیدونم. یادم نمیاد. یادم نیست. من خودم از تایی دل میدونم. چی بگی؟ نه جوک میشم. یه اونجا که همیشه جوکم خیلی بیمزاست دارم و یه فکر میکنم. خیلی از تایی دل خندیدم. فکر کنم سالگرد ازدواجمون بود. چطور؟ من یادم نمیاد. افسر بهش گیر داد، چرا قرمز رو رد کرد، بعد مجبور شدیم بگیم که افسر ای بابا. من یه زمان مو داشتم. مو داشتید شما یه روزی هم؟ خب یه زمانی مو داشتم، وقتی که موام ریختش همه خندید. همه خندیدن. سعی میکنم بخندم چون میدونم یه دارو هستش. جوک سینا چیزی جوک. تو یه مهمونی متوجه شدم که جورابم تابته است. یه روز یه کانگوروه خیلی خسته بوده میره توی یه مغازه‌ای که مثلا چای بخوره و اینا، چایش رو میخوره و میره دم صندوق، با صندوقدار میگه که آقا ببخشید این چقدر شده اینا. صندوقدار با خودش فکر میکنه که این کانگوروه نمیفهمه، بذار من بیشتر ازش بگیرم. بعد میگه مثلا میشه اینقدر. کانگورم پولو میده و میاد میره. بعد این میره این صندوق داره عذاب وجدان میگیره. عذاب وجدان میگه که من از نفهمی این کانگورو سوء استفاده کردم، حالا چیکار کنم چیکار نکنم. میدوه میره دنبال کانگورو، کانگورو کانگورو و کانگوروی رو بهم میگه خودم فهمیدم دو برابر حساب کرد. اینقدر بیمزه است که همه بهش میخنده. لبخند منحصر به فرد یه واشر زن چجوریه؟ اینجوریه. خنده یه آهن فروش چه شکلیه؟ اینه آهن ها رو داره میفروشه. گرون هم شده نسبت هم آبیلا بعد. هنرمند بودن توی دوره‌های مختلف تعریف‌های مختلف پیدا کرده بود و هست کرده است. فعلش چی بوده؟ آره مثلا یه دوره بود که اگه یکی عینک گرد می‌زد، کلاه کج می‌ذاشت، یه فرمای صورتش رو درست می‌کرد، سیبیل مدلی و اینا، تو خیابون که می‌دیدم می‌گفت اوه طرف هنریه. بعد یه ذره گذشت و اینا، مثلا طرف یه دونه از این تیزرهای تبلیغاتی، آگهی‌های تبلیغاتی تلویزیونی بازی می‌کرد، بعد یه عینک دودی می‌زد، یه کت چرم می‌پوشید و تو خیابون هم اینجوری راه می‌رفت و انتظار داشت ازش امضا بگیرن و به خودش می‌گفت من هنرمندم. بعد باز گذشت و اینا، یه عده دیگه‌ای بودن که اخ می‌کردن و می‌گفتن که هنرمند باید جدی و عبوس و اخمو و خیلی عمیق، از دید خودشون عمیق این شکلیه، و میگفتن هنرمند یعنی و هیچ وقتم نخنده.
یه عده دیگه هم بودن که میگفتن که هنرمند اونیه که توی خونه‌اش شمع روشن میکنه و تمام کتاب‌ها رو دونه دونه، کتاب شعر، ادبیات و غیره و غیره و تحقیق و اینا، فلسفه، همینجور ورق میزنه ورق میزنه و به افق خیره میشه. ولی ما نظرمون میدونی چیه؟ نظر ما اینه که یه هنرمند میتونه خیلی معمولی باشه، میتونه خیلی باحال باشه، میتونه بخنده، اخم نکنه و مثل مهمون امشب ما که دلش یه دشت پر از بنفش است. مثل جناب آقای اصغر دشتی. آره جواب من الان شم رو بشینم یا بفرمایید. حالتون چطوری؟ خوبم، شما چطوری؟ قربون شما، اجازه بدید من بشینم. خواهش می‌کنم، بفرمایید. خیلی خوش اومدین. مرسی. خیلی زیاد. با بچه‌ها حال احوال می‌کنین؟ سلام عرض می‌کنم خدمت همگی. خیلی خوشحالم که می‌بینمتون. چقدر اینجوری همچنین؟ اولشه یخشون آب میشه. آره آره، همیشه یخ منه. یخ شما قربت آب بشه چی میشه؟ همه چرا آب می‌گیره؟ با تماشاچی در منزل خدمت بینندگان خوب این برنامه هم سلام عرض میکنم. ما هم به شما سلام عرض میکنیم. اصغر آقای دشتی، بفرمایین که چقدر در طول روز میخندی؟ والا بعضی وقتا اصلا نمیخندم، بعضی وقتا هم ثانیه هایی رو بهش اختصاص میدم. ثانیه هایی رو؟ آقا ما شما رو دیدی، ما شما رو میشناسیم، شما خیلی اهل خنده. چقدر میخندونی؟ فرصت پیش بیاد خیلی زیاد. خیلی زیاد. خیلی جدی میخندونم ولی گاهی. آره راست میگی. آره. واقعا همین. اصلا خاطره مشترکی داری؟ ها؟ خاطره مشترکی داری؟ فکر نمی‌کنم، نه. اصلا. ساعت‌های خیلی زیادی رو در جمع دوستان که بودیم، من انقدر، بقیه هم همینطور، انقدر از دست اصغر دشتی خندیدم و کار به اینجا کشیده که مثلا دو روز بعد واسه خودم قهقهه میزدم، تلفن برداشتم زنگ زدم گفتم اصغر من هنوز دارم میخندم. مثلا گفتم اونجا که گفتی اونه، اونم مثلا وزد کار میگه آره راست میگه خودم. از تئاتر چه خبر؟ تئاتر هم بد نیست حال و احوالش. خب وضعیتش یکم خنده داره. ها چرا؟ آره خنده داره دیگه. تئاتر خودش تو یکی از ژانرهای خودش گرفتار شده به نظر من. یعنی چی؟ یعنی وضعیت خود از بین ژانرهای تئاتر، مثلا تراژدی و کمدی و همین، خودش وضعیت تئاتر به یک کمدی تبدیل شده. ها آره. خب این کمدیه برای تماشاگر نیست منتها. مثلا کمدی که رو صحنه اتفاق میفته برای تماشاگر، کمدی که وضعیت تئاتر دوچارش میشه برای خود تئاتریاست. آره آره. و شما تئاتریا میخندین بهش؟ دیگه چاره جز خندیدن ندارم بهش. بفرمایید که اصغر دشتی وقتی حوصله‌اش سر میره، کلافه میشه، غمگین میشه، دلخوره، غر داره، چیکار میکنه که حالش خوب شه؟ خونه نمیمونه. مهمترین کاری که باید انجام بده اینو تشخیص بده که خونه نباید بمونه. خب از خونه میزنه بیرون. میره کجا؟ رانندگی میکنه. آها. پرسه میزنی؟ پرسه میزنه. شما بهش میگید پرسه؟ شما چی میگی؟ انا گیدی پرسه، شما چی میگی؟ چی میگی شما؟ میچرخیم. میچرخیم. پرسه زدن قشنگتر نیست؟ بله، پرسه زدن. پرسه بزن. تئاتر چرا اینقدر مهمه اصغر؟ برای حال خوب. تئاتر به چه درد میخوره؟ برای مردم تئاتر به چه درد میخوره؟ ببین تئاتر رو وقتی که به عنوان یک هنر بهش نگاه میکنیم انگار که از فاصله بهش نگاه میکنیم، ولی اگر به عنوان یک پدیده بهش نگاه کنیم که با انسان سر و کار داره، یعنی پدیده ایه که تولید کننده و مصرف کنندهش هر دو انسان هم. و چون با انسان سر و کار داره به نظر من تأثیرش خیلی عمیقه. در نتیجه این خطاست که ما فکر کنیم آنچه رو که در نسبت با تئاتر باهاش سر و کار داریم قراره به عنوان یک محصول هنری صرفا بهش نگاه بکنیم. به نظر من تئاتر به ما میتونه قدری روش زیستن یاد بده، قدری در رفتارهای اجتماعی ما، در اعتماد به نفس اجتماعی ما تأثیر بگذاره.
توی خیلی از در واقع کشورهای اروپایی یک مدل از استفاده که از تئاتر میکنن توی این اموره. تئاتر رو فقط به مثابه یک اثری که قرار اجرا بشه و آدم‌ها بلیت بگیرن و برام نگاه بهش بکنن نگاه نمیکنن بهش. تئاتر میتونه توی همه اقشار، یعنی از کودک و نوجوان تا در واقع سنین مختلف، قشرهای مختلف، تو همه اینا میتونه تاثیر داشته باشه. با هر تخصصی با هر تخصصی طرف مهندس، پزشک. بله. به نظر من، ولی منظور من از این حرف این نیست که اونا قراره به آرتیست تئاتر تبدیل بشن. ما یه کار جالبی توی گروهمون انجام داده بودیم و اون این بود که یک شبکه‌ای رو تشکیل دادیم و عضو تماشاگر می‌گرفتیم. می‌گفتیم که گروه ما مثلا 12 تا آدمه و ما شما رو به عنوان عضو گروهمون میپذیریم، که برنامه‌هامون این بود که بتونیم با اونها در ارتباط باشیم، اونها رو وارد فضاهای خودمون بکنیم، حتی باهاشون تمریناتی رو انجام بدیم و بتونیم مسیر بعدیمون رو از طریق معاشرت با اونها پیدا بکنیم. به نظر من این جزیره‌ای که فاصله تماشاگر و تئاتر رو زیاد کرده به نظر من جزیره غلطیه. جوراب قهوه‌ای داری؟ الان نه، ولی خونه دارم. داری؟ جوراب سفید هم داری؟ سفید الان ندارم اجازه تام، چون زود کثیف میشه. بی خیالش. مسواک چه رنگی؟ آبی. راست میگی؟ یه دست آبی؟ نه، آبی و سفید. آبی و سفید. ولی سفید که دیگه اونجا رنگ حساب نمیشه، آبی میشه. راست میگی. و بگو که اگر ما یه گفتگو، چرا من همجوری دارم میرم؟ راجع به تو دو نفر صحبت کردن. جدی؟ بله. و میخوایم الان ببینیم اون دو نفر راجع به تو چی گفتن. اگه بعد گفتن پخش نکنیم. نه، ما پخش میکنیم دیگه. گفتن؟ آره، من شیفته تعریف و تمجیدم. منم همینطور. اینو ببینیم. لحظه شما وارد شده. باید پا قدم هم خوب بوده. سلام. دارین زفت میکنین؟ بله بله. من تصادفی اومدم اینها، هیچ قرار قبلی نداشتم، این صندلی هم تصادفی تو راه بود. حال ورزش هم هستم. ورزش هم آره، خوب ورزش چی میگن؟ توانا بود، هر که دانا بود یه همچین چیزی. آره. این الان به ورزش چی کار داشت؟ نمیدونم. اسخر دچه اصلا معمولی که اصلا نیستش، خیلی غیر معمولیه. غیر معمولی به مفهوم خوب و آرتیستیک و هنرمندانه کلمه است. خیلی هم آدم طناز و بامزه‌ایه، طنز خیلی خوبی داره. حالا خیلی خیلی قیافه جدی داره. حالا الان که ریش داره و گنده شده و موها گنده شده بلند شده اینا، واقعا جدی ترین جملات رو میتونه در یک قالب طنزآلودی بیان بکنه و طنزآمیزترین مطالبی رو که بخواد به کسی بگی رو خیلی خیلی میتونه جدی برگزار بکنه. به شدت طنزه. به شدت کم غذا میخوره، لاغر. حالا غیر از کارش که الان صحبت کارش که نیست، صحبت کاراکتر خودشه. کارشو که من خیلی دوست دارم هیچی، ولی به هر حال معتقدم کاراکتر، کار هر کسی از شخصیت اون آدم نصیب برده قطعا. اون چیزه یه کمی به جا میزنه. نداره؟ چرا، خیلی ویژگی ها دارم. میخوام یک شو که بارستره برام انتخاب کنم. فکر میکنم دقت جوک هم میگه. یه جوکی که به شما گفته رو بگید. ای بابا مادم خیلی خیلی باز و راحتیه و خیلی صمیمیه، در عین اینکه هیچ وقت نظرات خودش رو از دست نمیده، همیشه اعتقادات خودش، نظرات خودش رو و زوایای نگاه کردن خودش به مسائل مختلف رو به شکل مستقل پلو خودش نگه میداره. <تص->
یهو میخندی یا استا خیلی از این بابت از دستش دلخورم خیلی دوست دارم که اسخر زودتر تئاتر کار کنه فواصل نمایشاش کمتر بشه اینه یه کمی یه اینجی هم داره یه اینجی هم میکنه این تک رفتاره کلامش خیلی چیزا داره اصلا خیلی آدم خلاقیه آدم تنازیه آدم صمیمیه آدمیه که پشت کار داره البته تا وقتی که بخواد پشت کارش به منصه ظهور برسه یه کمی زمان میبره تا برسه ولی وقتی که شروع میکنه خیلی خوب مهمترین ویژگیش اینه که صراحت لهجه داره یعنی حرف رو نمیذاره که بمونه واسه یه چیز واسه یه بعدم تو چی میگن توی کینه بشه و اینا که تدبیر سرکه بشه ترشی بشه فلان بعد کینه بشه به قول شما به شدت قابل اطمینانه یعنی میتونی یه پولی بهش بسپوری بری نه نه اصلا کلا وقتی کنارش هستی مطمئنه وقتی هست اینجوری نیست زیرو نداره روی هم رفته موجودیه که معاشرت کردن باهاش بسیار دلپذیر و لذت بخش عیبش لاغره کم غذا میخوره تو رو جون من زودتر سواد کار کن خواهش میکنم ولیوم اپ یه کاری کرد فکر کنم هیچ کاری نکرد شاید لحظه من خیلی چیزه ولیوم اپ کن کانال عوض شد کانال عوض شد شما میتونید برگردید همون مسیری که همون رو تصادفی برم بله ممنونم تصادفم مرسی حمید پورآذری و آتیلا پسیانی راجع به تو صحبت کردن دیدی که میدونم راجع به یکی دیگه داشتن حرف نه راجع به تو داشتن من نبودم حمید پورآذری گفت ایرادت اینه که غذا نمیخوری دیدی تکذیب میکنم تکذیب غذا میخوری مفصل معلوم میشه واقعا چه جوری چه چاق نمیشی تو زیاد غذا میخوری یا غذا نمیخوری میگه غذا نمیخوری دیگه آره کم میخوام من یه دوست رامین سیار داشتم میگه که تو اینقدری که به تغذیه اهمیت دارید در زندگی اگه به تغذیه اهمیت میدادی حالا روز بهتر بود چه جاله چه قشنگ آشپزی چطوری آشپزی بد نیست ولی تنبلم توی انجام دادن مثلا چی بلدی درست کنی قرمه سبزی بلدم ماکارونی بلدم من اینو مامانم میگه به 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 قرمه پسرم برم آره خب میگه بلدی فقط ولی درستش نمیکنی دیگه چی من مامانم وقتی میاد پیشم یه بار اومد خونه بعد در یخچال باز کرد دید میوه ها همه پلاستیده ماست تور شده همه کپک زده خراب به سطل زباله گذاشت هی ریخت اینا رو توش رفت خب بعد از اون به بعد هر موقع که میاد خونه من شروع میکنم جمع کردن تمیز میکنم همه چیز خوراکی تازه میخرم میذارم تو یخچال بعد مامان میگه که آن دیگه یادت گرفت وقتی میخواد بیا تماس میگیره میگه من دارم میام لطفاً اگه میخوای اینا رو آشغال رو بریزی بیرون بریزی بیرون یخچال رو رسیدگی کنی پس دیگه دستت هم رو شده آره خاطره بگو از کی؟ از هر موقع من سنین مختلف هم خاطرات جذاب مختلفی بگو یکیشو یکی از اولیناشو میگم آره بگو کلاس اول دوم دبستان بودم به نظرم خونه ما یه خونه دو نبش بود که یه برش خیابون بود یه برش یه نبشش کوچه بود خیابون خاکی بود و بعد از یه جاهایی در واقع یک روستای اون نزدیک بود که گوسفنداشون رو از توی مسیر خاکی می‌بردن به چرا و این چیزا بعد یه روز که با یکی از همکلاسام داشتیم می‌رفتیم مدرسه دیدم این یه جای وایستاد از دفتر صدبرگ داشتیم وسط دفتر صدبرگ رو کند یه حالت قیف مانند درست کرد و شروع کرد شما چی بهش میگید این فضولات گوسفند رو شروع کرد اینا رو جمع کردن تو این ریختن و من کنجکاو شدم چرا این با دقت سالماش رو هم داره جمع میکنه برای چی اینا رو داره جمع میکنه خب رفتیم تا مدرسه و دیدم این رو قشنگ بسته‌بندی کرده داشت واسه گذاشت تو کیفش و تو مدرسه هم کنار من تو کلاس نشسته بود هی من میزدم بهش میگفتم محمد اینو برای چی جمع کردی گفتم بعدم گفتم محمد اینو برای چی جمع کردی
خلاصه یه جایی فکر کنم توی درسش مشقش یه چیزی از من کمک می‌خواست، من شرط بستم که به شرط کردم که اگر که من این کارو برات انجام میدم مشروط به این که تو به من بگی. ماجرای جمع کردن فضولات گوسفند رو که نمیدونم شما بهش چی میگید اونا رو به من بگه. این هم کاری که انجام داد، گفت باشه تو اول انجام بده. من کارو براش انجام دادم، تو زنگ تفریح رفتم ازش سوال کردم، گفت ببین من این فضول، من جمعه چند مثلا 15 روز پیش رفتم خونه عمومینا، دیدم از توی طویله خونه عمومینا دارن فرغون فرغون از این فضولات جمع میکنن میبرن توی باغچه خونهشون میکارن. عمومینا دو تا گوسفند داشتن، هفته قبل که رفتن دیدم 15 تا گوسفند دارن. گفتم خب که چی؟ گفت من اینا رو میبرم میکارم گوسفند جمع میکنم. من واقعا فکر میکرد گوسفند رو میکارن در میارن. ننگه خب میخوای به هوش منم شک کنی؟ زنگ آخر خورد، داشتی میرفتیم خونه، ثبت کردم که اون نبینه منو، پشت دیوار قایم شدم، یه صدبرگو کندم باز کردم. اما من چی رو تخیل کردم؟ گفتم تو این مسیری که داشتی، فقط یه چیز، یک نکته رو گفت، گفت دو نکته رو گفت. یکی این که این فضولاتی که جمع میکنی باید سالم باشه، یعنی شکل هندسیش کامل باشه، بیزی کامل باشه. و بعد این که اینا مطلقاً در واقع وقتی میکاره این سبز میشه میاد بالا، گوسفنده رو نوک درخت قرار میگیره، اگه در حیات باز باشه این خودش اگه به موقع نچینیش میفته. اونم به موقع نمیچیدیم میافتاد دیگه، به موقع نچینیش میفته، این در میره میره، در حیات مواظب باش که بسته باشه. چه تخیلی، من خیلی دلم از اون بالا بند. ای بابا اینم رسید نگرفتیم. بعد من تو تخیلم فضولات تمام حیواناتی که دوست داشتم و یه بار کاشتم سبز شد و اونو داشتمش. خلاصه خیلی دلم میخواست که فضولات گاو رو پیدا بکنم که گوساله داشته باشم پیروه. واقعا دلت میخواست؟ و هرچی گشتم، چون فضولات گاو خیلی درشته سری له میشه، یه دونه سالم پیدا نکردم که بشه کاشت گوسفند. به همون گوسفند رضایت دادم، کاشتی. جمع کردم، دویدم اومدم در تو کوچه رو نزدم، در حیات رو زدم فوری، همینجور کیف و کلوپ پرت کردم، یه کرت بندی کردم تو باغچه، خب و با قاشق کندم و یه چند تا از اون فضولات کاشتم توی باغچه و خاک ریختم روش و سریوسه رفتم از توی دستشوی آفتابه برداشتم و آب دادم به بهش و همینجوری هم اینجوری نشستم لبه باغچه نگاه کردم ببینم این کی میاد بالا. هی دوباره سری بهش آب میدادم ببینم میاد بالا یا نه، دوباره هی بهش آب میدادم ببینم نیومد بالا. لوبیا سهرامیز بود این. فضولات سهرامیز. منم صدام کرد، رفتم نهار بخورم، نهار خوردم، خوابیدم. خوابیدم بعد خواب دیدم که این اومد بالا. یه مثلا برای اینقدری نوک ساقه است اومد بالا و هر چی که میاد بالاتر این بره گنده تر میشه. گنده تر میشه. حالا من اینو خواب میبینم، گنده تر میشه و توی خواب این یهو بزرگ شد، افتاد در حیات باز بود رفت. اون تذکری که بهت داده بود داره نتونستی تو خواب رعایتش کنی. چه بچه بامزه بودی، ولی به هوشم شک کردی. ولی واقعا فکر کنم اگه بکاری میشه. آره باید دل بهش بسپاریم. آره واقعا باید ازش بخوای. چرا بامزه بود دیگه. چی داری؟ ببین من تو رو میشناسم، رفقامونم توی راجبه تو که صحبت کردن همه معتقدن تو آدم طنازی هستی، بامزه هستی، الان هم داریم میبینیم. خب بخش اول گفتمون خیلی حرفای گفتگومون خیلی حرفای جدی زدیم و اینا، ازت خواهش میکنم که اون بخشی هم که الان داریم میبینیم رو یه ذره گسترشش بده. من یه شب با همایون غنی‌زاده که در واقع دوست و کارگردان تئاتره، همون که میدونه آدمو گیر میندازه یهو، من گیر اون افتادم و یک شبگردی مبسوطی با هم دیگه داشتیم و گفتش که بریم یوسف آباد کله پاچه بخوریم. ساعت شد مثلا 4 و 5 صبح، بریم یوسف آباد کله پاچه بخوریم. گفتیم باشه. رفتیم یوسف آباد کله پاچه بخوریم. رفتیم دیدیم که بالکن خالیه، بالاش خالیه. رفتیم بالا، چند نفر پایین نشسته بودن، بالا کسی ننشسته بود. نشستیم دور یک میز و آقا اومد از ما سفارش بگیره. گفت چی می‌خورید؟ گفتیم بی زحمت دو تا آبگوش با مغز، دو تا زبون. گفتش که دو تا آبگوش با مغز، یه زبون، یه پاچه. گفتیم نه آقا، دو تا آبگوش با مغز، دو تا زبون. گفت نوشتم دیگه، دو تا آبگوش با مغز، یه زبون، یه پاچه.
همایون هم که دیگه کند حرف میزنه، اون گفتش که نه، دو تا آبگوش با مغز یه دو تا زبون. یارو گفت آقا چی میگی؟ نوشتم دیگه. با یک لهجه خاصی هم میگفت اینو البته. اون گفتش که دو تا آبگوش با مغز یه پاچه یه زبون. رفت رفت، 4 دقیقه بعد با دو تا آبگوش با مغز اومد و یک زبون یک پاچه. بذار به هم نگاه کردیم، ما 4 بار 5 بار به این آقا گفتیم و این نکنه نداشت. برو بخونه فکر کنم صبح اوله وقت که نمیتونه نداشت. خلاصه پاچه رو شکم دوست نداشتیم، نخوردیم، زبونه رو خوردیم با آبگوشت. رفتیم پایین خواستیم حساب کنیم، دیدیم این دیگه مثلا 3000 تا زبون جوری داره توش قلقل میکنه تکون میخوره. بعد گفتیم به آقای که آقا ما 2 تا زبون خواستیم، چرا شما 1 زبون به ما دادی؟ گفت خب 1 زبون دیگه. گفتیم ما 2 تا زبون ولی خواستیم. گفت خب شما 1 زبون باید داشته باشید. گفتیم یعنی چی؟ گفت مگه کله گوسفند چند تا زبون داره؟ گفتیم 1 زبون. گفت خب 1 زبون دیگه. گفتیم آقا ما 2 تا زبون خواستیم. گفت چرا فارسی حالید نمیشه؟ مگه کله گوسفند؟ آقا یکی بهش میگه کله گوسفند چند تا زبون داره؟ گفتیم 1 زبون. گفت ببین این 3 تا آقا با هم نشستن اینجا 1 زبون، این آقا تنها نشسته 1 زبون، این 2 تا آقا با هم نشستن 1 زبون، شما 2 تا با هم 1 زبون. این چه منطقیه؟ فاقصرم دفاع کرد نداد قد این زبون دومو نه؟ زبون دومو نه. چیکار کردین؟ هرس خوردین؟ پولو دادیم اومدیم بیرون. آفرین. یه دوستی رو میخوام بهت معرفی کنم که نمیشناسم. اصلا نمیشناسی شرط. چه شوخی لوسی کردیم جفتمون باشیم. میسپرم دست خودتون. من فقط اینو بهتون بگم که آقای اصغر دشتی، آقای فرشاد فوزونی سالیان سال با هم کار کردن و اکثر نمایش های آقای دشتی رو موسیقیش رو چی؟ 99.5% 99.5% رو موسیقیش رو فرشاد کار کرده. در چه اینها یارای غارن با هم دیگه. مثلا میسپرم دست خودتون چیکار میکنیم؟ سلام اصغر جان. خوبی. سلام فرشاد، چطوری؟ خوش اومدی به برنامه. من به فرشاد مزغونچی میگم. چرا؟ آره میشه دیگه. از اول گفتم مزغونچی. آره. سر تمرینات همیشه فرشاد صداش نمیکنم. مزغونچی و خیلی که تمرین عجله ای باشه، سرعت تمرین باشه، مزغون. آها، فرصت چی شد دیگه؟ آره. آره از سر کار دونکی شد در اومدین. مزغونچی. مزغونچی از سر کار دونکی شد در اومد. آره. خب بگین چیکار کنیم؟ فرشاد چیکار کنیم؟ فرشاد که میدونید فرشاد میتونه بدون هیچی کار بکنه. یعنی آره ما یه تمرین داشتیم، بعد فرشاد گفتیم که فرشاد چیکار می‌خوای انجام بدی؟ همین دستگاه رو برداشت آورد. آره. گفتم فرشاد یک سازی، تنبکی، گیتاری، یه چیزی بردار بیار شگفت زدمون بکن. گفت صبر بکن با همین کار کاری هم انجام میده اینجا الان براتون. بله. یه کارایی بکنه خاطرات ما رو زنده کنه. آره ما خیلی وقت با هم خاطره مشترک کاری نداریم. آره آره چیکار کنیم؟ من فکر می‌کنم که ما 3 تا کار رو با اصغر با همین این سیستم انجام دادیم. آره. یکیش پینوکیو بود، یکیش مولا نصرالدین بود. میخوای یه تیکه از مولا نصرالدین رو میتونیم کار کنیم؟ مولا نصرالدین هم آره با حاله. بده بازی میکنه ها. آره واقعا. Thank you.
خیابان به این طرف و آن طرف می روم به هیچ وقت نمی روم یک طرف کلاب از چندین فکری کرد و گفت برای این چه اگه همه برون یک سمت یک طرف زمین سنگین می شود و دنیا فارونه از این کاری واسط کرد چجوری شدی؟ چی؟ میگم اولین باری که برای همچین کاری کرد تو نمایشه تو قیافه چجوری شده بود؟ ببین من همیشه قیافه هم یه جوری میشه از کارهایی که فرشاد میکنه هر دفعه راست بودی من هم اینجوری هم برای خیلی به حالی اولین بار سر پینوکیو بود دیگه آره خیلی ممنونیم ازت خیلی ممنونیم ازت متشکرم مرسی فرشاد بله مرسی فرشاد از قرآن قول چراغ جادوی یهو ببینی چه آرزوی میکنی؟ آرزو میکنم که حتما برآورده میکنه قول چراغ جادوی اینجوری بگو لا خواستم بگو یه بار دیگه آرزو تو میگی؟ یه بار دیگه آرزو همون جوری بگم آره. آرزو میکنم که متشکرم حتما برآورده میشه این آرزو به نظرم اینجور آرزو برآورده میشه آره چون تو همیشه ممکنه فکر کنی برآورده شده آره دیگه کی میتونه بگه این برآورده نشده انتظارات تو تنظیم میکنی با واقعیت اصغر ویدشتی عزیزم ما خیلی ممنونیم از تو که به این برنامه اومدی و این لوحو به تو تقدیم میکنیم که به برنامه اومدی که داره تلاش میکنه که مردم بخندن و شاد باشن اخ نکنن منقبض نباشن و به همدیگه کمک کنن که این خنده این حال خوبه این سرایت پیدا کنه تو همین کمک ما کردی خیلی ممنونیم از تو علیرضا نادری یکی از هنرمندان تئاترمونه که چند ماه پیش متاسفانه فرزند پسرش آره به دلیل بیماری سرطان از دست داد بله. یک بار داشت یه حرفی میزد و میگفت میدونی چرا پسر من مرد چرا اصلا پسر من سرطان گرفت گفت پسر من انگیزه نداشت به نظر من داشتن انگیزه حال رو خوب میکنه و اون داشت میگفتش که حال خوب حتی با بیماری سرطان هم میتونه مبارزه کنه امیدوارم همیشه حالمون خوب باشه کاملا موافقم کاملا موافقم ممنون از این یادآوری این جمله و از علیرضا نادری یاد کردی مرسی تقدیم به تو مخلصم بشین ادامه داره بعد کم تموم شد این هدیه را هم شرکت مبلمان ایتالفون به تو هدیه میده که مبلمان خیلی خوبی داره و لطف کن که ازش استفاده کن همجوری مثل این بذار بشین روش آره آره و فکر کن که حمید گفت چیکار میکنه وقتی فکر میکنه دمت باز میکنی فکرت بچرخه کوران کنه خونک شد اصغر جان مهمان های برنامه ما هر شب موقع خدافزی یعنی قبل از اینکه خدافزی کنن 5 ثانیه به تماشاچی در منزل لبخند میزنن تماشاچی در منزله؟ بله تماشاچی در منزل از عدد 1 تا عدد 10 به این لبخند امتیاز میده آخر هفته این امتیاز رو محاسبه میشه ببینیم بالاترین امتیاز لبخند هفته رو کی آورده
ببین گفته بودم تیم آرژانتین بعد از اینکه با ایران با آرژانتین بازی کرد بهتر بود دیگه از جام جهانی می اومد بیرون تو اوج تمام میکرد من بذارید من تحمل شکست ندارم تو اوج بری کنار اوج برم آره نه بذارید چه امتیازی میاری و لطف بکنید از این به بعد اصولا حواسمون باشه اسم مهمان رو بعضی اسم مهمان نمیزنن فقط یه عدد میزنن بنویسید مثلا دشتی عدد مورد نظرتون از 1 تا 10 ما در خدمت شما ایم از لبخندم خندم داره خیلی ممنونیم پایان برنامه هم شد با شما یعنی خداحافظی باید بکنیم جدید. هم از شما بچه ها همه از تماشاگرایی که در منزل هم مرسی از شما ممنونیم از ازت برای ما هم بچه های خداحافظی بکنیم خداحافظ تا فردا شب خداحافظ